دومین روز شهریور ماه برابر با 24 اوت سال 1238 خورشیدی برابر با 1859 میلادی، زادروز پیر کوری، دانشمند و فیزیکدان فرانسوی که در پاریس به دنیا آمد و از همان کودکی استعداد شگرف خود را در علوم ریاضی آشکار ساخت. از این رو با جدیت بسیار به تحقیق و مطالعه در زمینه ریاضی و فیزیک پرداخت و در مدتی کوتاه به یکی از مکتشفان بزرگ دنیای فیزیک و شیمی مبدل شد. پیر کوری پس از چندی به اتفاق همسرش مادام کوری موفق به کشف رادیوم و پلوتونیوم شد. سال 1277 خورشیدی برابر با 1898 میلادی، درگذشت لئوپولد بیسمارک، صدر اعظم پروس، معروف به صدر اعظم آهنین. پرنس اوتو فون ادوارد لئوپولد بیسمارک که در خانواده قدیمی در پروس به دنیا آمده بود، پس از پایان تحصیلاتش در 32 سالگی در پارلمان پروس به عنوان یک نماینده ضد سلطنتی شناخته شد. وی کمی بعد به عنوان سفیر کبیر پروس به سن پترزبورگ در روسیه و سپس پاریس رفت و پس از آن برای احراز مقام وزارت امور خارجه و ریاست کابینه به پروس فراخوانده شد. وی پس از چندی به قصد تشکیل امپراتوری نیرومند آلمان با اتریش جنگی به راه انداخت و کلیه امیرنشین‌های منطقه را با پروس متحد ساخت و در جنگ یک ساله بین فرانسه و آلمان با قدرت کلام و نفوذ سخنانش سربازان آلمانی را تشویق کرد و باعث پیروزی نهایی آلمان شد. بعد از این پیروزی بیسمارک به عنوان صدر اعظم آلمان انتخاب گردید و در حدود 2 دهه در این مقام از گردانندگان اصلی سیاست اروپا بود. سال 1279 خورشیدی برابر با 1900 میلادی، درگذشت فردریک نیچه، فیلسوف آلمانی و واضع نظریه ابرمرد. فردریک ویلهلم نیچه، فیلسوف معروف آلمانی که در لایپزیگ آلمان به دنیا آمد، از 4 سالگی به خواندن و نوشتن پرداخت. خانواده نیچه همه از کشیشان پروتستان بودند. با این حال او از الهیات و مسیحیت روی گردان شد و وارد دانشگاه گردید. نیچه پس از چندی با فلسفه یونانی آشنایی یافت و در 24 سالگی به استادی دانشگاه بال برگزیده شد. وی روحی بسیار حساس و فکری متزلزل داشت و تنها اراده و غریزه را دارای اصالت می دانست. نیچه در فلسفه پایه‌های تازه ای نهاد. او معتقد بود اخلاق معنا ندارد و هر کس نوعی اخلاقیات را برای نجات و پیروزی خودش در این دنیا پیش می گیرد. در هر حال همه خود را می پرستند و این یک قانون طبیعی است. وی معتقد بود که مردم دنیا 2 دستند، یکی زیردستان و دیگر بالادستان و خواجگان. اصالت و شرف متعلق به خواجگان است و آنها غایت وجودند و زیردستان ابزار و وسیله‌ای برای اجرای اغراض ایشان. ترقی دنیا و بسط زندگی انسان به وسیله بزرگان و خواجگان و سرداران صورت می‌پذیرد که معدودند. نیکی و راستی و زیبایی امور حقیقی و مطلق نیستند. آنچه حقیقت دارد این است که همه کس خواهان توانایی است و می‌خواهد زندگی خود را بالا ببرد.